بریم بعد شازده خانم چه هیتی داشتید اون موقع؟ یا هیت هاتون؟ بله. خب دیگه اینا همش که در یه سال نبوده، در سالهای مختلف خب اومده. برای خیلی کسا آهنگ درست کردن. مثلا به داریوش میگم، مثلا سال 2000 داریوش، سالش یادم نیست، هنو سال 2000 که نبودیم، شاید 35 سال قبل از سال 2000. سال فکر کنم اگه اشتباه نکنم قبل از انقلاب، سال آخر 973-4 سال قبل از انقلاب باید باشه، 3-4 سال قبل انقلاب، 1975. سبوت سال فرار، سال گریز و انتظار، فصل شکفتن فلز، سال درست شدم. آلموس 3-4 سال قبل. بله. اینم هم همونطور که پیروز صحبت کردیم، یادم میاد اسم کمپانی سی بی اس اومد. کمپانی سی بی اس امریکا، چون ایران خیلی قیامت بود موزیک، هم که میدونین واقعا اینا کمپانی داشتن، ایران میدونستن چقدر میفروشن، به ما که نمیگفتن که اینا وضعشون خیلی عالی بود. البته خب به ما هم پول میدادن. با چک به دنبالت بودی که الان یعنی واقعا این در ایران اینقدر کاست فروش میرفت، یه آهنگ که میگرفت 1,000,000 چرس کنم بریم بالا، 2,000,000-3,000,000. نه با اونایی که قاچاق میزدن که نصفش رو اونا میزدن، نصفش نه خیلی ده. من همیشه میگفتم یه دونه باور کن، یک دونه اورجینال ما میفروختیم نسبت مثلا 1,000 تا غیر اورجینال توی مارکت بود قاچاق. یعنی اگر داستان به این صورت بود که قاچاق نمیزدن، واقعا هم ما هم هنرمندا اصلا اوضاعشون اصلا دگرگون میشد. جریان امروز هم همینه دیگه، فرق نمیکنه. موقع کاست بود، الان اینترنت و دانلود. فقط دوره صفحه بود که نمیتونستن این کار بکنن. صفحه برای اینکه یه پروژه عظیم بود، صفحه سازی، اینجوری نبود که شما بشینید دو تا دستگاه بذاری بغل هم و یه فیش بزنی اینجا و شروع کنی به ضبط کردن. صفحه سازی دیگه بخار میخورد، پرس های آنچنانی داشت. این بود که صفحه وقتی میومد، اگر مثلا 50,000 تا فروش میرفت، دقیقا همون بود آمارش، هیچ کس هیچ کاری نمیتونست بکنه. ولی از یه جایی دیگه هم باید بگم که خب اون موقع فرهنگ دستگاه داشتن توی مناظر خیلی کم بود. موسیقی، مخصوصا موسیقی پاپ، تازه داشت جون میگرفت، میدونید؟ و میتونم بگم که واقعا بچه هایی که اون موقع کار میکردن مثل چشم‌آذرها و خیلی کسای دیگه، و اون موقع تونستن پایه‌های موسیقی پاپ رو درست بکنن. البته خب قبل از شما هم کسای دیگه هم بودن. اون موقع پس برای آقای داریوش به طور مثال سال 2000 بود. بله، منظورم این بود که وقتی گفتم سی بی اس، یعنی اینقدر نوار فروش میرفت در ایران، خوب شده موزیک که سی بی اس اومد در ایران، در تهران کمپانی درست کرد به نام همون سی بی اس. بله، که این سال 2000 رو من برای کمپانی سی بی اس درست کردم، یعنی سی بی اس با من قرار داد بس که یه دونه نوار کامل برای داریوش درست کنیم، که سال 2000 هم یکیش بود که شعرش آقای اردلان گفته بود. اومدیم گلایه ها بود در اون نوار، با
دو سه تا آهنگ دیگه هم بود. اصلا اون آلبوم اسمش گلایه ها بود، ولی بعدها به سال 2000 اینقدر گرفت که اصلا دیگه شد سال 2000. من اینا سال 2000 وقتی یک بار فقط پخش شد، فقط یک بار اصلا قیامت بله. شد. ما اصلا هنوزم قیامته. هنوزم قیامته. توی کنسرت وقتی داریوش اجرا میکنه بله. 23 سال با داریوش کنسرت رفتم. هر وقت این ترانه پخش میشه شما باید ببینید جمعیت چیکار میکنه. بله. بله. سال سقوط، سال فرار. اون موقع ها خیلیه. این کارها واقعا باید حالا اینجا نشستیم بریم یک گپ خودمونی هستش، ولی من شخصا خودم رو میگم واقعا افتخار میکنم، واقعا خیلی خوشحال هستم که در زمانی زندگی کردم که انسانهایی در کنارم بودن یا شناختم که واقعا سرمایه های این کار بودن و تاریخ واقعا قضاوت خوبی در مورد این انسان ها خواهد داشت. میدونید گنجینه موسیقی دارد، گنجینه واقعا، یعنی منوچهر چشم‌آذر، ناصر چشم‌آذر، اصلا چشم‌آذرها پارتی از موسیقی پاپ مملکت ما بودن. برای خانم گوگوش اون موقع چه کار ایره دادین جناب چشم‌آذر؟ خب این مسئله برای خانم گوگوش خیلی ارنجمه کردن با انسازه دیگه از معروف ترین کاراش بوده خانم گوگوش با خیلی با آهنگسازهای مختلفی کار کرده، ولی آهنگ تعلق رو به خاطر یک فیلمی بود به نام همون طلاق، اسم سریال طلاق بود، مسعود اسداللهی. اصلا ایشون اومدن پیش من گفتن این آهنگ رو میخوام درست کنیم. سفر من از این قصه تلخ راه دشوار، ای تو تک چراغ این شب تار، این که گذشتن از کنار قصه ها نیست، این یه تسبیح از صوت آدم هاییست، ما بی تفاوت به تماشا ننشستیم، ما خود دردیم این نگاهی گذرانیست. برای مکنفیم و البته بارها گفتم بازم میگم شاید خیلی ها نشینده باشن، این آهنگ رو درست کم قرار بود که گفتن که اینو بدین خانم رامش، من که اون خیلی معروف شده بودیم، گفتن خانم رامش میخواییم بخونه آهنگ رو برای من. به خانم رامش بردیم نشون دادیم آهنگ رو، ایشون قبول نکردن. چه اشتباهی کردن این آهنگ رو رد کردن. حالا در دیگه این چیز دیگه چی میگن؟ سرنوشت. سرنوشت، بله. و خانم گوگوش خوشبختانه گفتم بله و خوندن. چقدر این آهنگ چون هر هفته پخش میشد این آهنگ، اول سریال آخر سریالی پخش میشد آهنگ، این آهنگ اصلا فکر نمیکردم که اصلا بگیره، واقعا جدی میگم میخواستم، اصلا فکر نمیکردم و گرفت. البته این آهنگ قبل از سال 2000 بود، بعد سال 2000 من و خوشبختانه باید بگم که این طلاق نصیب اون موقع ما کمپانی آونگو داشتیم در ایران و نصیب ما شد و چقدر خوبه. باز میگم خوشحالی من اینه که این آهنگا، این اثرها در زمانی ساخته شده که من بودم، یعنی کارم این بوده و تونستم این آثار رو در آرشیو که الان شدیم شرکت ترانه داشته باشیم و خوب یادمه که
آقای مسعود اسداللهی با اردلان سرفراز اومدن دفتر و این کارو گذاشت. من از قسمت اولش این خیلی منو دیگه گفتم واو عجب چیز عجب کاریه. و اون موقع همون سال حالا 74 تو اون موقع بود 50,000 تومن من اینو خریدم. خیلی 50 خیلی 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 پول بود و خدا برکتش بده تا امروز کار داره میکنه این کار. خدا رو شد. چون باور میکنین تو همین برنامه چند نفر تا حالا اومدن این کار رو اجرا کردن؟ یعنی یک اثر وقتی که جاودانی میشه همینه. من مطمئنم شاید روزی همه ما نباشیم 100 سال دیگه خب دارن طلاق رو میخونن. سال 2000 رو میخونن. بله. واقعیتیه. طلاق نگیرن بخونن اشکال نداره. من بعضی وقتا شده خب بچه‌ها میگن مثلا همین برنامه‌ای که الان داره اجرا میشه گفتم اون پشت گفتم بابا این همه دارن این آهنگا رو میخونن یه چیز دیگه بخونیم، چیز دیگه نداریم بخونین آخه. نه مثلا نیست. اول صحبتمون با هم نمیدونم شما تشریف داشتین یا نه، صحبت یک وقفه‌ای کردیم که در موسیقی ایران به وجود اومد قبل از انقلاب و بعد سالها طول کشید که دوباره موزیک به اون جایی برسه که هنوزم به نظر من مثل سابق نیست. میبینیم اگه بود نمیومدن از قبل بخونن، پس حتما اون اثرات جاودانی مونده تا به حال. ولی یک دفعه باز اومد بالا، چه داخل ایران چه خارج از ایران، واقعا یه تغییر بزرگ کردیم. به خاطر همین شما مطمئن باشین میگم خدمتتون 100 سال دیگه هم اون آثار از بین نمیره. ستار همیشه یه حرف خیلی خوبی میزنه و من اینو قبول دارم، میگه سالهای 77 میگه که یک حالا اثر جوی ماه روی زمین بود، زمین رو ماه بود، اونو دیگه من نمیدونم، وارد این فلسفه ها نمیخوام بشم، ولی خیلی میگه. ولی یه چیزش راست میگه، حتی آهنگ های انگلیسی زبان در اون زمان یه چیزهایی بی نظیر بودن، ترانه ها، ملودی ها، حالا چراش بماند؟ اونا هم که موندگار شدن، اونا هم که موندگار شدن کشورهای دیگه هم بله. بیشتر بله. این خیلی جالبه، حالا دلیلش چیه نمیدونم، باید اینو یه روز شاید بفهمم، شاید هم نفهمم. نه دلیلش یه چیزیه، من نظر خودم دارم میگم، دلیلش این هستش که ببین در یه موقعی هستش یه سری هنرمند میان یه کارهایی میکنن که به قول معروف کارستانه این کارهاشون، پس در واقع اون موقع کسای دیگه هم که میخوان بیان سعی میکنن جاپای اونها بذارن و یه دوره بسیار پر رونقی از نظر ساختن به وجود میاد. ببینید حالا مثلا شانسه نمیدونم، مثلا در دوره ای بوده که پرویز مقصدی بوده، واروژان بوده، منوچهر چشم‌آذر بوده، ناصر چشم‌آذر بوده، ترانه‌سراهایی مثل شهریار قنبری، ایرج جنن، اردلان سرفراز، چمیدونم بعدها فرید زولاند اومده، صادق نوجوکی اومده. ببینید همه اینها در دوره‌ای زندگی کردن هستش، میگن مثلا امسال بار خوبی داده، شنیدید دیگه؟ بله بله. این باری که در اون سالها بار خوبی بوده، خیلی خیلی پربار بوده. مثلا حالا من مطمئنم منوچهرم حرف من قبول خواهد کرد، ببینید ما واروژان رو داشتیم که همه قبولش دارن، این در اون زمان بوده، حالا باید منتظر بود یه واروژان دیگه، یه منوچهر چشم‌آذر دیگه بیاد متولد بشه، متولد بشه. و این فاصله الان خیلی طولانی شده، به خاطر این هستش ما اون خلأ رو در واقع حس می‌کنیم و اون آثار که انقدر پربها بوده اینه که هر جوونی میاد الان میره دنبال اون کارها. و به خصوص اینکه بالاخره شما دوچار مهاجرت بودی، بعد کشور رو ترک میکردی، رفتین امریکا همتون تقریبا 90% و بعد اونایی که موندن دوچار یه دگرگونی های دیگه شدن و بالاخره این وقفه ایجاد شد. حالا برگردیم دوباره قبل از انقلاب، یه مقدار از خاطرات مشترک از کارهایی که اون موقع کردین بیشتر برای بینندگانمون بگیم، چون میدونم تعدادشون فراوونه. آره اونایی که برای خود شما خیلی هیت بوده و مهم بوده. خب تعدادش زیاد بوده واقعا، من اسمای آهنگار خب نمیدونم، ولی میدونم که برای همه کار کردم، بچه های دیگه، کسای دیگه بهتر از
منجر خودش نمیدونه چیا کرده. میدونم به خاطر اینکه داشتیم امروز تمرین میکردیم با امید که ایشون یکی از ترانه‌هایی که خودشون درست کرده برای آی امید در واقع یادشون نبود انقدر زیاده. حالا من نمیدونم تعداد میدونین چقدره؟ نه تعداد در کل؟ بله در کل. اون آقای رضا افتخاری یه جوونی هستش خشایار، خیلی خیلی جالبه، یه جوون 22 ساله از 6-7 ساله حالا کم و زیاد، این جوون تمام آرشیو موسیقی مملکت رو داره جمع میکنه و جمع کرده. یعنی سفر میکنه، الان بگن مثلا فلان آهنگساز در تانزانیا زندگی میکنه، رفته اونجا میره اونجا، بلند میشه میره اونجا، یاد بشه شماره شو بده. نه جدی میگم ها. بعد اون آدم، اون جوان چند تا کار از شما تا حالا گفت؟ گفت حالا یعنی هستش، اینا رو جمع کرده، ممتنه هنوز پابلش نکرده تو من میخوام ازش اعتماعی کار بکنه، برای اینکه چیزایی الان هستش که همه میدونن، تا اونجایی که میدونن خب هستش، وقتی که میزنی همیشه گفتیم خیلی دیگه اصلا حوصله‌اش یارو سر میکنه و بشماره. ولی این آماری که به من همین آقای رضا افتخاری دادن در حدود 1600 تا تالاف پیدا کرده، تا که اون پیدا کرده. حالا امکان داره یه چیزایی باشه که پیدا نشده باشه، میدونی؟ این خیلی خیلی مهمه. برای همین این بچه هایی که در شوها هستن میگن آخه این کارها رو شما آقا چشم واسه کی شما وقت داشتین این همه، کی اینا رو درست کردین، کی اینا رو ساختین، آخه مگه میشه همچین چیزی؟ گفت آخه او مای گاد. گفتم والا منم یادم نمیده. خب این کارم بوده 45 سال من باید ساختم، ای استودیوی بودم صبح تا شب. بعضی وقتا ما هر هفته 7 تا 8 تا اصلا نمیشه همچی چیزی تو شوهای برنامه هایی که اون موقع بود در تلویزیون ایران، قریب افشار و شبکه صفر و رنگ و رنگ و نمیدونم اسمای شوها رو بگو که خواننده های جدید می آوردن، زنبول ها نمیدونم ما هفته 6 و 8 ما برای این تلویزیون باید هفته 7 تا 8 تا باید خوراک میدادیم، باید کار میدادیم که اینا اجرا بشه، باید هفته دیگه دوباره یه سری روزیه تقریبا آماده میکردیم روزیه. آره این خیلیه، خیلیه خیلی. من نمیدونم این شو برای چقدر بود، برای 1 سال بود، 2 سال بود، نمیدونم تلویزیون 13 قسمت برنامه داشت. یعنی واقعا دیگه صبح داشتم من تو استودیو بودم، باید ضبط میکردیم، بعضی وقت روزی 2 تا باید ضبط میکردیم. بعد این خواننده می اومدن می خوندن، این بچه ها میکس می کردیم بعد می دادیم که پخش بشه. می دونیم چقدر وقت می گیره؟ حالا احتمالاً شاید در آرشیوتون باشه که منطقه چشم‌آذر با ارکستر همین تلویزیون ملی ایران ضبط شده، آهنگایی که با ارکستر داشتید خواننده آره می خوندن. آره آره هستش، آره حتما هستش. حالا خیلی معذرت می خوام، یه سوال برای من خیلی جالبه. تو موقعی که اومدی و شروع کردی به کار کردن، در واقع الگوی تو کی بود؟ حالا بغیر از پدرت که تاثیر مستقیم داشته، در بیرون اون موقع چه هنرمندی رو فالو می‌کردی؟ چه مثلا ببینی کارش چیه، چه کار داره می‌کنه از نظر موسیقی؟ آقا اون موقع که من این کارو سوال جالبیه اتفاقا که دوباره الان کرد. اون زمانی که من اومدم تو این کار با اون صورت خواننده، حالا من پاپو میگم از نظر موزیکی میگم، وجود نداشت. این موزیک که ما امروز میشنویم یا اون خواننده رو نمیگم، خواننده رو نمیگم، منظورم موزیسی هم مثلا به طور مثال مثلا مرتضی حنانه. نه من کاری که دنبالش من، چون من کلاسیک خوندم دنبال موزیک ایرانی هیچ وقت نبودم، زیادم نه گوش میکردم نه چیزی. موزیکایی که گوش میکردم یا کلاسیک بود، بیشتر موزیکای فیلم رو من گوش میکردم. من عاشق موزیکای فیلم بودم. جان ویلیامز. جان ویلیامز که خب الان شناختم بشه، اون موقع جان ویلیامز نبود. اون موقع میزد منطق نمیشناختش. اون موقع خیلی کسایی معروف بودن که فیلم های خیلی بزرگی میساختن،
آره مثل بنهور، آره مثل آره. ال سی، مثل خیلی فیلم های خوبی بود که آهنگسازه مثل میکلوس روجا اینا، آهنگسازه بسیار معروفی دنیا همه میشناسن. من بیشتر اون نوع موزیک رو گوش میکردم. یعنی هنرمند ایرانی میگه هنرمند ایرانی نبود که من بخوام بگم آره دنبال روی روی دنبال روی اون هستم. نه سریال به جز طلاق روی چه سریال هایی کار کردیم؟ دو سریال دیگه کار نکردم. سریال کار نکردم، یعنی چیزی نبود که من بخوام کار کنم تو اون لیولی نبود. آخه موقع خیلی کم اصلا سریال به اون صورت درست نبود. مراد برقی بود و یه دونه شوهای اونجوری نداشتیم. تازه شروع شده تلویزیونی بود و رنگارنگ و اینجور چیزا. آره آره آره، تازه شروع داشت میشد دیگه. شروع داشت میشد، داشتیم میرفتیم جلو. داشتیم برای ابی میتونم کار تنظیم خیلی خیلی انجام دادی، ولی یا چند تا کارم از نظر آهنگسازی براش انجام دادی؟ اون اوایل که اومدیم لس آنجلس، برای اینکه اولین نواری که در لس آنجلس به وجود اومد خارج از ایران اینجا درست کردیم، من درست کردم. آره. برای ای بی و شهرام و شهرام هیچ کجای شاهرخ و کدوم بود؟ هیچ کجای ایران نمیشه. شهرام شبپره، شاهرخ در اون آلبوم یه کار دادم به ای بی. ستار هم بود؟ تو اون آلبوم ستار نبود؟ نه ستار نبود. ای بی، شهرام شبپره و شاهرخ. ای بی و شهرام شبپره. شما چه سالی ایران رو ترک کردین؟ 1978. سال انقلاب در بود؟ یک سال قبل از بله یک سال نه قبل از قبل از هفته دور درست. آهنگ که داشتیم صحبه هم آهنگ کلبه ای بی که بچه هم اسکی میخوان امشب بله. یکی از اون آنگاهی که خودش همیشه می عاشقش و اون میاد حسین، اونم فارم ای بیه مثل سال 2002 مثل طلاق گروش ای بی هم می دونم می دونم آرمش کلبه هم اون شب که میشه به عشق تو خزم خزم صدا میشم. ما متاسفانه اینقدر نوت بوشم شعرها رو یادم بیرم، من که کارهای خودم اصلا رو شعر متاسفانه هوش شعری ندارم. حفظ کردن حفظ کردنش رو نه، یعنی به دردم نخواه. ولی وقتی فقط میسازم با اینکه یه ماه دو ماه جلیومه دوران روش میسازم، همون موقع هم بازم نمیتونم حفظ کنم، برای اینکه اهمیت بهش نمیدم زیاد. نه اهمیت میدی منتها نمیخوام حفظش کنم، یعنی مغزم رو نمیخوام با شعر پر بکنم، برای همین نمیتونم. شاید مغزش رو چیز کرد تقسیم بندی برای کارهای دیگه لازم دارم. بعد وقتی که امریکا تشریف بردین سریع شروع کردیم به کار کردن یا طول کشید؟ ولی چون من اون موقع زن و بچه داشتم، پسرم 5 سالش بود در ایران بود. این سوال بعدی من بود که گفتم نه ولی دوست داشتم بودم. من میدونم ولی خب بفهم. من مجبور بودم. منظورم اینه که البته ما سالی که اومدیم امریکا 1978 گفتم، ما به خاطر یه شو با خانم گوگوش از ایران اومدیم بیرون. قراردادی داشتیم در یک کاباره بسیار بزرگی که داشت در لس آنجلس باز میشد به نام کابره کلبه. خیلی هم معروف بود، یعنی از روزی که باز شد این کابره
پکت هر شب اصلا اینقدر شلوغ میشد جانم. با گوگوش اومدیم که این کاوره رو افتتاح کنیم در سال 1979 ژانویه. دقیقاً. البته یه ذره طول کشید، یه ذره 3-4 ماه طول کشید برای اینکه هنوز دکوریشن کاور اینسایدش داخلش تموم نشده بود. اومدیم یه 6-7 ماه اونجا کار میکردیم. به خاطر این اصلا من اومدم امریکا موندگار شدم، که بعدها دیگه بعد خانم هایده اومدن میخوندن که با ما بودن، بعد خانم معصی اومدن با ما بودن، بعد همینجوری ستار اومد، شاهرخ اومد، اومد، همه عارف اومد. عارف چند سالی تو انگلیس بود بعد اومد امریکا. منظور آقای خشایجان این بود که چیکار میکنیم وقتی اومدیم امریکا. آره. من مجبور بودم که در کابارها کار کنم، برای که نه آهنگی میتونستم بسازم، نه ارنجمنت بود که بخوام ارنجمنت بکنم، کسی نبود اینجا. من یادم اگه شما به خاطر داشته باشین، من خدمت شما هم تو آلمان رسیده بودم اون موقعی که برای کنسرت بزرگ میذاشتیم، یادتونه؟ بله، من چند باری افتخار داشتیم، چند باری اومدم شما باشیم. من باید میومدم، برای که خب کار میکردم دیگه همون موقع، جزء همون بله. وقتایی هست که اومدم آلمان چند بار. ولی بعد دیگه تشریف نیاوردین یادمه؟ نه، برای که مشغول شدم دیگه، یواش یواش شروع شد. چند سال شما در کاباره تهران کار کردید؟ چند سال پشت سر هم؟ 27 سال هر شب؟ بله هر شب بود. نه تا یه شب تعطیلی داشتید؟ چند سال اول هفته 7 شب بود، دیگه خسته شده بود. من نمی‌کشیدم، واقعا نمی‌کشیدم. میگفتم به صاحب کابره و اسمش آقای مسعوده، میگفتم مسعود جان این دوشنبه ها رو بزنید بابا استراحت بکنیم، آخه نمیشه.